کاروان کمک های انسانی صلیب سرخ سرانجام به دست ساکنان دو شهر در نزدیکی دمشق و دو روستا در استان ادلیب در شمال غرب سوریه رسید. این کاروان شامل هفتاد کامیون، حامل غذا و دارو برای نخستین بار به مناطقی رسیده که طی شش ماه گذشته در محاصره بودند. از سوی دیگر بمباران بیوقفه حلب توسط نیروی هوایی روسیه و نیروهای دولتی سوریه مانع از رسیدن کمک های انسانی به دومین شهر بزرگ این کشور جنگ زده شده. تازه ترین حملات به بخش های از این شهر که در کنترل مخالفان مسلح است، تلفات زیادی بر جای گذاشته. از سوی دیگر نیروهای دولتی سوریه در پیشروی تازه خود با عقب راندن مخالفان مسلح توانستند کنترل اردوگاه پناهندگان هاندرات در شمال حلب را در اختیار بگیرند. پنج سال جنگ خونین در سوریه بیش از 400 هزار کشته و 11 میلیون آواره بر جای گذاشته است.